مغلطه همبستگی و علیت یا correlation and causation این مغلطه زمانی اتفاق میافتد که شخصی به اشتباه دو چیز که در کنار هم قرار اند را به لحاظ علی مربوط به هم بداند در صورتی که دو چیز ممکن است بدون رابطه علی و معلولی با هم همبستگی داشته باشد این دو ممکن است عامل سومی داشته باشند که باعث علت بروز آنها شده و یا شاید هم هر دو تصادفی اتفاق افتاده باشند در نتیجه همبستگی لزوما به معنای علیت نیست مثال اول یاسین تا حالا دقت کردی که هر موقع چتر همراهمون بوده تو خیابون تصادف دیدیم نکنه که چتر داشتن ما دلیل تصادفهایی که میبینیم باشه توضیح در این مثال با وجود اینکه داشتن چتر و تصادفات رانندگی با یکدیگر همبستگی دارند اما هیچ کدام از آن دو علت یکدیگر نیستند بلکه اتفاق دیگری مانند هوای بارانی که هم باعث هم کردن چتر و هم باعث لغزنده شدن جاده ها می شود به صورت جداگانه علت این دو اتفاق است مثال دوم مریم سایت فروش آنلاین از وقتی که تم سایتش رو عوض کرده خیلی پیشرفت کرده و فروشش خیلی زیاد شده منم چند روز پیش به امون پیشنهاد دادم سایتش آپدیت کنه تا اونم فروشش چند برابر شه. توضیح در این مثال نیز عوض شدن تم سایت و افزایش فروش با هم همبستگی دارند ولی این همبستگی می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد و لزوما این دو اتفاق می توانند علت یکدیگر نباشند برای مثال استخدام یک کارشناس فروش کارولد یا افزایش تنوع اجناس یا پشتیبانی رقی و غیره می تواند دلایل دیگری برای افزایش فروش باشد. کاری از تیم جمهوری بی